دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. در آموزش امروز میخوام به شما یاد بدم که چطور میشه از طریق فروش فایل، هر فایلی، مثلا شما یه برنامه‌ای نوشتید، یه نرم افزاری تهیه کردید، یه ایده‌ای داشتید میخواید بفروشید، چطور میشه کسب درآمد داشت. در آموزش امروز به این مسئله خواهم پرداخت و سعی میکنم خیلی خلاصه و مفید باشه تا دوستان بتونن سریعتر استفاده کنن و استارت کارشون رو بزنن. متو آموزش امروز فقط برای دوستان فارسی زبان هست. اونهایی که در ایران هستن میتونن از این آموزش به راحتی استفاده کنن. دوستانی که در کشورهای دیگه هستن و میخوان از طریق ایران این فعالیت رو انجام بدن، یعنی درآمدشون بر اساس ریال باشه، هم میتونن از این آموزش استفاده کنن، ولی الزامش اینه که حتما یه نفر رو تو ایران داشته باشن تا بتونه پولهاشون رو نقد بکنه. یعنی اگر شماره حساب خواستن، شماره حساب اون فرد رو بهشون بده که اونها پول رو واریز بکنن به اون حساب و بتونن اینها نقدش در اختیارشون قرار بگیره و معادلش رو بتونن به شما بدن. حالا اگر دوستانی در خارج از ایران هستن خواستن توی این زمینه فعالیت بکنن، حتما به من بگن، من دوستان رو میشناسم که بتونن این خدمات رو بهشون بدن و از طریق اونها فعالیت هم بتونن توی ایران داشته باشن. در آموزش امروز من سه تا سایت رو به شما معرفی میکنم، چهار تا سایت رو به شما معرفی میکنم، ببخشید سه تا سایت رو به شما معرفی میکنم. آموزشی که الان گفتم چهار تا سایت مربوط به آموزش بعدیه که در خصوص یکی از سیستم های کسب درآمدی که اونجا چهار تا سایت، حواسم نبود یه لحظه فکر کنم اون آموزشه. این سه تا سایتی که امروز بهتون معرفی میکنم الزاماً از شما دعوت به همکاری میکنن به این نحو که فایل هایی که درست میکنید کپی رایتی نباشن. یعنی شما فایلی که مثلا مربوط به آقای ایکس هست رو بر نداری بفروشی، چون اگر آقای ایکس بیاد چکارت بکنه حساب شما رو میبندن و حتی لحاظ حقوق و قضایی هم قابل پیگیریه. در آموزش های قبل من روش های کسب درآمد از طریق وبلاگ نویسی، از طریق تلگرام، از طریق سیستم های همکاری در فروش و از طریق توییتر یا آموزش های دیگر رو در قالب ویدیوهای متنوعی که تقریبا هر سه روز یه بار یه ویدیو منتشر کردم رو به شما دادم که میتونید برید ببینید. حتی کسب درآمد از طریق بازی کردن، از طریق فیسبوک، از طریق همسایه‌داری، از طریق دانلود فیلم، از طریق فروش عکس، از طریق اینستاگرام یا هر چی فکرشو بکنید، آموزشش رو قبلا به شما دادم. پس لطفاً ویدیو رو بعد از اینکه دید به دوستان خودتون هم بدید، به اشتراک بذارید در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، گوگل پلاس یا حالا فیسبوک یا هر شبکه دیگه‌ای که میتونید. نظر خودتون رو هم به من بگید در مورد ویدیو و از کاری هم که انجام میدید حتما من رو مطلع بکنید. اولین وبسایتی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم رو قبلا هم به شما معرفی کردم. قبلا برای دوستانی که فروشندگی کالا میخواستن انجام بدن بهشون معرفی کردم. امروز میخوام فقط بخش فروش کالا و فایل ها رو بهتون معرفی بکنم. توی سایت مسبی شما میتونید به راحتی فایل های دیجیتالی خودتون رو که قابل دانلود هستن رو بفروشید. به عنوان مثال شما ممکنه یک کتاب پی دی اف داشته باشید که کمیاب باشه. این کتاب میتونید این کتاب رو بذارید برای دانلود، افراد بیان به ازای دانلود کردنش به شما پول پرداخت بکنن. مثلا شما میگه که قیمت این کتاب 100,000 تومانه، افراد میان کتاب رو به محض اینکه خواستن دانلود بکنن مجبور میشن پول رو واریز بکنن به صورت آنلاین به حساب سایت مسبی و سایت مسبی کمیسیون خودش رو برمی‌داره، الباقی پول رو به حساب شما انتقال میده. لینک عضویت توی این سایت رو من به شما حتما در ادامه ویدیو خواهم داد تا شما بتونید به راحتی توی این وبسایت ثبت نام بکنید، فایل های دانلودی رو ببینید، شما باید آپلود بکنید و میتونید فیلم بذارید، انیمیشن بذارید، نرم افزار بذارید یا هر برنامه‌ای که داشته باشید. از روش های فوق العاده خوبیه که الان توی ایران جواب میده. یه عده میگن آقا روشی رو معرفی بکنید که سودده و زودده باشه. ببینید شما نمیتونید فکر کنی امشب بخوابی فردا باشی میلیاردر شده باشی. قدم به قدم، اساس صبر، پشت کار، تلاش، اینا رو داشتی به نتیجه میرسی، نداشتی دنبالش هم نرو، مگر اینکه بخوای کار خلاف انجام بدی که بله ممکنه دو ثانیه هم شما تریلیاردر هم بشی. ولی اگر قراره همیشه کاسب باشی و همیشه در بیاری، بهترین راهکار اینه که با صبر پیش بری، آموزش ها رو حتما پیگیری بکنی، تبلیغات بکنی. بدون تبلیغات شما نتیجه نخواهید گرفت. من راجع به تبلیغات آموزش های متنوع زیادی قرار دادم، از روش هایی که شما میتونستید از طریق توییتر تبلیغ خودتون رو رایگان انجام بدید یا از طریق فیسبوک. اینها شبکه هایی هستن که شما رایگان میتونید توشون فعالیت بکنید. پس از امکانات استفاده کنید، از ابزاری که هست استفاده کنید. من لینک سایت مسبی رو براتون حتما میذارم. عذر شید
بعد از عضویت فایل های دیجیتالی تو مثلا نرم افزار داری، یه نرم افزار کمیابه، این نرم افزار ممکنه شما خودت نوشته باشی، یه نرم افزار حسابداری نوشتی، میتونی بفروشیش. افرادی هستن که برای اون نرم افزار شما پول میدن، اما به شرطی که نرم افزار مشکل نداشته باشه، یا نرم افزار سرقتی نباشه، یا کپی رایتی نباشه، یا هر چیز دیگه ای، کلا متعلق به خودتون باشه. اگر متعلق به خودتون بود، شک نکنید مشتریان زیادی خواهید داشت و همیشه هم میتونید بفروشید. بعضی از افراد هستن طراح سایتن، میتونن قالب هایی رو که طراحی کردن برای سیستم های مدیریت محتوای مختلف یا سی ام اس هایی که دارن رو، مثل وردپرس، جوملا، سایر سیستم هایی که مثلا هست الان تو ذهنم نیست خیلی هاشون، اگر قالب نوشتن، قالب فارسی، میتونن بیان از طریق این وبسایت ها اونها رو بزنن برای فروش. افرادی هستن که برای اون قالب ها پول میدن. تصویر جنستون، اون کالاتون رو منتشر میکنید، افراد پرداخت میکنن، همون لحظه هم دانلودش میکنن، کاری هم به شما ندارن، شما رفته برو تصفیه تو بزن، پولتو بگیر، به همین راحتی. و اما وبسایت دوم، سایت فاپول هست. توی سایت فاپول شما میتونی فروش فایل رو انجام بدید. توی فروش فایل یادتون باشه واقعا لذت واقعی کسب درآمد اینترنتی میشه توی این وبسایت ها به دست آورد، و فقط با دانلود فایل ها. یعنی اون کسی که میاد دانلود فایل رو انجام میده یه مبلغی رو پرداخت کرده بابتش و لذت میبره، چون میره از اون نرم افزار استفاده میکنه، از اون چیزی که شما داری، از اون پی دی اف یا از اون فایلت میاد استفاده میکنه و دانلود میکنه و هزینه شما پرداخت میکنه. اینجا دو سه نفر سود میبرن. یک، شخص خریدار میدونه اون چیزی که به دنبالش بوده نیازش برطرف شده رو میتونه دانلود بکنه. دو، شخصی که واسطه بین شما و خریداره که میشه اون وبسایت که الان مثلا این وبسایت. سه، شما. اینها همه برد میکنن، شما سود میکنی از فروش کالات. یک بار تولید کردی همیشه داری میفروشی، یعنی شما همیشه داری به سود میرسی، همیشه داری از محل فروش یک فایل درآمد کسب میکنی. این مورد توی وبسایت های بزرگی مثل آمازون هم وجود داره. طرف میاد یک کتاب پی دی اف میذاره برای فروش، این کتاب پی دی اف زمانی که میذاره برای فروش ممکنه در روز اول 50 نفر دانلودش بکنن، ممکنه به ازای هر کتاب مثلا 5 دلار پول بگیره. اگر 50 نفر بیان دانلود بکنن و هر کتاب 5 دلار قیمتش باشه، روزی 250 دلار به صورت ماکسیمم این فروشنده کتاب مبلغ نصیبش میشه. پس ببینید، این نیست که فقط فکر کنید شما در فروش ها ضرر میکنید، نه، شما تولید کردی گذاشتی برای فروش و الان اون جنس شما در حال فروشه، شما هر چی بفروشی داری سود میبری، فرق هم نمیکنه چند تا سه چند تا نیست، تمام کالای شما تعدادی که نیست که دانلودیه، کالایی هم نیست که اسخر و اکبر و غلام و محمد قرار باشه براتون تامین بکنن. یک بار شما نوشتی، برنامه‌نویسی کردی، یا نه شما خودت کتاب نویسنده یه کتاب یه پی دی اف تولید کردی، با همون تولید پی دی اف شما کسب و کارت رونق گرفته، چون افراد زیادی اومدن داستان تو دانلود کردن، شعر شما رو اومدن دانلود کردن، کتاب پی دی اف شعرتون رو دانلود کردن، یا خیلی از چیزهای دیگه. توی این وبسایت ها، سایت هایی که مثلا فاپول اینا هست، سهم فروشنده 80%. حالا بعضی از سایت ها این درصدشون فرق میکنه. اینا حتی بازاریاب هم دارن. ببینید، یعنی نمیگه آقا من میخوام تمام پول رو من بردارم. اینجا ببینید سهم فاپول صفره. یعنی خودش درصد رو فعلا بر نمیداره. اما برای بازاریاب ها، افرادی که حتی میخوان بازاریابی بکنن برای این فایل ها و محصولات، هم میان اینجا چیکار میکنن؟ عضویت پیدا میکنن. وقتی عضو شدن میان اینجا محصولات رو معرفی میکنن به دیگران و 20% از اون مبلغ زمانی که فروخته بشه در اختیارشون قرار میگیره. شما یه کتاب داری قیمتش 10,000 تومنه، زمانی که این کتاب شما توسط یه بازاریاب فاپول تبلیغ بشه این بنون بر اون کتاب شما فروخته بشه، 8,000 تومن متعلق به شماست، 2,000 تومن هم در اختیار بازاریاب قرار میگیره. حالا بازاریاب ممکنه خود فاپول باشه یا ممکنه شرکای کاری فاپول باشه. پس عملا میبینید اینجا همه در حال برد کردن، همه میتونن سود ببرن. این از این. پس یادتون باشه حتما توی وبسایت فاپول هم عضو بشید. من لینک این وبسایت هم براتون میذارم، عضو شید. وبسایت های خوبی هن. حمایت از دوستانی که در داخل ایران دارن بیزینس های نوپای رو شکل دادن وظیفه تک تک ما هست. این که میگم ما، منظورم همه ما، اینکه با هم همکاری بکنیم و باعث بشیم که کسب و کارها رونق پیدا بکنن، برکت زیادی شامل هممون میشه، هم برای من، هم برای شما، هم برای اون کسی که این خدمات رو استارت زده.
خب من که از این وبسایت ها قرار نیست پول سانتی بگیرم، فقط دارم معرفی میکنم. اما شما که قرار کار بکنی، خب این برکت برای شما هم میاد. شما هم میتونید از فروش یک کالا به درآمد برسید و این یعنی رونق کسب و کار شما. حالا نه تنها شما، اون فروشنده یا اون سایت هم به درآمد میرسه و دوباره این هم میشه یه نوع برکت. برکت تو زندگی همه اگر باشه، خب خیلی اتفاقات شیرینی میفته. اما وبسایت سوم، وبسایت اترس فایل هست. این وبسایت به نسبت دو تا سایتی که بهتون معرفی کردم، خب یک مقداری که شکل شمایل ظاهری بهتری داره، کسب درآمد میتونید داشته باشید. شما توی این وبسایت میتونید هم بازاریابی بکنید و هم میتونید فروش فایل انجام بدید. فرقی نمیکنه، شما یه سیستم فروشگاهی در اختیارتون قرار میگیره، یه عالمه جنس میتونید بذارید داخلش. این جنس ها همه جنس هایی که قبلا اوکی شده، 800 یه تعداد مثلا 19 هزار تا جنس داره. شما میرون رو 19 هزار تا مانور میدی، تبلیغ میکنی و افراد زیادی جنس رو میبینن و میتونن خرید بکنن و شما اونجا پورسانت میگیری. ببینید، دانلود مقاله ضرب المثل، دانلود مقاله ضرب المثل، مقاومت الکترونیکی، نقش فناوری نانو در صنایع غذایی، دانلود مقاله آناتومی بدن انسان، دانلود مقاله، اینا محبوب ترین هاست. یعنی شما اگر مقاله نویس هم هستی میتونی درآمد داشته باشی. چطور توی میدون انقلاب میان پایان نامه میفروشن؟ خب اونا میان کسب درآمد، طرف که نمیره هر بار یه پایان نامه بنویسه. یه پایان نامه رو مینویسه، چهار تا کلمه و چهار تا اسم عوض میکنه، میده به اسخر و غلام و جواد. اینا میرن دانشگاه فارغ التحصیل میشن. اون فروشنده پایان نامه هم تو میدون انقلاب تهران میلیاردر میشه به همین راحتی، با فروش یک بار یک جنسش در ده ها بار فروش. خب امکاناتی که این سایت بهتون در اختیارتون قرار میده سایت کاملیه تقریبا. یعنی امکاناتی مثل یه آدرس ساب دومین بهتون میده، یور نیم تو میشه اسمتون، مثلا برای من میشه محمود نقطه اطلس فایل دات آی آر، به عنوان مثال میگم. من که با این دوستان کار نمی کنم، اما دوستانی هستن که میدونم با این دوستان دارن کار میکنن و فعالیت دارن انجام میدن با اینها. و یادتون باشه، بازم تکرار میکنم این جمله رو، چون میدونم همتون دوست دارید این فعالیت ها گسترش پیدا بکنه. حمایت کنید دوستان از بیزینس های نوپایی که توی ایران شکل میگیره، حمایت بکنید. کما اینکه حالا مثلا اینها سود میبرن، منی که سود نمیبرم دلیل نیست بخوام بزنم زیر پای یه نفر دیگه که مثلا موفق نشه. اینها موفق هستن و موفق تر خواهم بود، البته با حمایت شما دوستان موفق خواهم بود. خب برید توی این وبسایت هم یه فروشگاه برای خودتون بسازید، فایل هاتون رو بذارید برای دانلود. فایل هاتون رو اینها اول میبینن، بعد از اینکه بررسی کردن فایلتون رو تایید میکنن. یعنی شما نمیتونید یه فیلم پورن بذاری برای دانلود، این فیلم رو قبلش اینا بازبینی میکنن. اگر لحاظ امنیتی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ نمیدونم شرعی دینی عرفی یا کپی رایتی به مشکل برخورد، جلوشون میگیرن. اگر این موارد یا این موانع اون نداشت، مطمئنا اون منتشر خواهد شد و همه میتونن اون رو دانلود بکنن. و قبل از اینکه دانلود بکنن باید هزینه‌شو پرداخت بکنن. یه نوع کسب درآمد واقعا روتینه، همیشه هم میتونید از طریق این کسب درآمد داشته باشید. این سه تا وبسایت رو براتون میذارم، پس یادتون باشه masbi.ir، masbi.com، fapool.ir و atlasfile.ir. این سه تا وبسایت جزء وبسایت هایی هستن که توی ایران دارن کار میکنن و من قبل تر هم اگه یادتون باشه آموزش کسب درآمد مسئول اینجا بهتون دادم. خب یه سیستم خیلی قوی و خیلی خوبه، یعنی فکر کنم یه تعداد زمان زیادیه که دارن کار میکنن. الان تو ذهنم نیست واقعا که بتونم درموش اصلا نظر بکنم، اما زمان زیادیه که دارن کار میکنن. در ایران شما حتی در ترکیه هم که باشی، در ایران هم که باشی، میتونی آنلاین شاپینگ را بندازی که من حالا یه آموزش دادم در این زمینه، ولی خب دوستان حالا یا دقت نکردن یا خب خیلی ندیدن. حتما برید ببینید و استارت بزنید. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید. لطف کنید نظر خودتون رو به من در انتهای ویدیو بدید. ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید. من به سابسکرایبتون احتیاج دارم، به نظراتتون خیلی احتیاج دارم، به لایکاتون احتیاج دارم، به این علت که میتونم ویدیوهام رو به افراد بیشتری نمایش بدم. اگر شما سابسکرایب بکنید، مطمئنن افرادی هم که شما رو دنبال میکنن با کانال من میتونن آشنا بشن. اگر شما لایک بکنید، افرادی که شما رو دنبال میکنن میتونن ببینن که شما کیا رو لایک کردید و ویدیوها به راحتی بین همه منتشر میشه و افراد زیادی میتونن این ویدیوها رو ببینن. امیدوارم که شب و روز خیلی خوبی داشته باشید، همیشه شاد و خوب و سلامت باشید.
ایران عزیز همیشه مردمش در آسایش و شادی و خوبی به سر ببرن بدون غم و غصه، و برای دوستان افغانمون هم امیدوارم که کشورشون از شر ظلم رهایی پیدا بکنه. برای همتون آرزوی خوشبختی دارم. فعلا شب و روز شما خوش باشه. خدایا رو نگهدارتون.